بیایید با هم. سلام خانم آقایون، اینم یه نفر بودیم از سخبوستای پرو و اکوادور، امشب میهمان برنامه لایو ما هستن. خوان پزوتا میخواد الان فعلا دیده نشه، آروم آروم این پرده ستاریت میره کنار و نشون میده که خیلی خوب. به نام خدا و عرض ادب و سلام و احترام محضر شما، اگر اجازه بفرمایید که من وقت شما رو بتونم به بهترین شکل استفاده کنم و عرایضی رو تقدیمتون کنم. من چیزها رو میبندم، کامنت ها رو میبندم که حواس شما هم پرت نشه و شروع میکنم بحثم. امیدوارم که در هر نقطه ای از این سرزمین یا این کره خاکی هستیم و این برنامه رو میبینید، به اندازه این دقایقی که فراغت دارید و لطف کردید در اینجا تشریف دارید، من بتونم چیزهایی رو که به زندگی خودم کمک کرده به شما منتقل کنم. شاید زندگی شما هم قشنگتر شد، غمی زدوده شد، شوقی در دل ایجاد شد و بسم الله. من میخوام درباره سفر زندگی صحبت بکنم. داستان اینجا شروع میشه که ما در زندگیمون هممون یک بهشت هایی داریم که تو اونجا حالمون خوبه، احساس خوبی داریم و در این بهشت ها داریم زندگی میکنیم. یه رابطه عاطفی خوب داریم، یه ازدواج قشنگی داریم، مثلا سالمیم، بدنمون سالمه، فرض بفرمایید که داریم کار میکنیم، شغلمون سر جاشه. شما تصور کنید سالها قبل مثلا من یه فامیلی داشتم که اینا فنرسازی داشتن. خب فنرسازی فکر بشه که سنتی فنر میرفتن اونجا درست میکردن، بعد دستگاه های خیلی عظیم اومد، اصلا فنرسازی های به اصطلاح سنتی اینا همه پکیده شد. این یارو کارش رو از دست داد، با جاش نتونستم هیچ وقت درستش بکنه، یعنی نتونست خودشو تطابق بده. پس یه بهشتی توش داشت زندگی میکرد به عنوان کار امن و توش افتاد بیرون. من درباره این که وقتی ما از بهشت میافتیم بیرون، بابا من اینجوری حواس خودم پرت میشه، قربون شهید برم، اشکال نداره بیای، ولی من اینجوری خودم میترسم از این قیافتو میبینم اینجوری، الان با تبر میزنی من. الان زمانی که ما از بهشتمون پرت میشیم بیرون، حالا هرچی، عشق، سلامتی، ثروت، امنیت، فراغت، انگاری باید یه سفری رو شروع بکنیم تا به بهشتی دیگه بتونیم برسیم. من درباره این سفر میخوام صحبت کنم، این سفر زندگی. خانم کارول پیرسون یه کتابی دارن به نام Six Hero Within که به اسم در واقع نقشه راه بنیاد فرهنگ زندگی چاپ کرده و اول اون کتاب یه دونه جمله‌ای نوشتن که خیلی عجیبه، میگه که You are your own hero or you could be. تو قهرمان زندگی خیش هستی یا میتونستی باشی. من نمیدونم شما چند سالتونه و کجای زندگیتون قرار دارید و دارید این بحث رو با من گوش میکنید، ولی میخوام بگم که گل بحث اینه که تو باید قهرمان زندگی خودت بشی. خب این یعنی این که انتظار قهرمانی کردن از بقیه رو دیگه ورش دار بذارش کنار. من جلسه قبل گفتم که مراحل زندگی انسان انگاری 4 مرحله است. یه مرحلهش مرحله استش که ما با والدینمون داریم، من و والدینم، ایگو پرنتس. توی این مرحله من امنیت میگیرم، توی این مرحله من یه کسایی دارم که حمایتم میکنن و نمیذارن زندگی من به هم بریزه. بعد میرم مرحله من و دنیا، ایگو ورد. دفعه پیشم گفتم ما چی توی این ایگو ورد میجنگیم، تلاش میکنیم، یه چیزی به این عالم میدیم، وقتمون رو میذاریم، عالم به ما مهارت میده، عالم به ما مثلا فرض کنید ما رو به یک ازدواج میرسونه، تو اون ازدواج یه سری چیزا میدیم و یه سری چیزا میگیریم. خب این میشه مرحله دوم زندگی. مرحله سوم مرحله‌ایه که دیگه من وسط بزن بزنام تو دنیایی که دارم روی زندگی میکنم میرسم به این مرحله که مرحله ایگو سلف، من و خودم. یعنی میرم ببینم من کیم، یک سفر درونی تری شروع میشه. حالا اینکه یه سری آدم ها نمیرن تو اینو، میانسالیشون هیچ
مواجهه با درون ندران رو ول کنید. میگم یه به طور عادی این مسیر مسیریه که اینجوری طی میشه که ما وسط اون به دست آوردن ها اچیومنت های زندگیمون میرسیم به یه جایی که باید چی فکر کنیم که به قولن من کیم، مثلا نسبت من با این دنیا چه، که میخوام امشب در این باره یکم صحبت کنم. یه مرحله چهارمی هم وجود داره که در ادبیات یونگی که بهش میگن سلف گاد، یعنی از اون خیشتنه به یک در واقع حقیقت برتری یا حقیقت متعالی‌تری من بتونم در واقع برسم. ما یک کت واک داریم، یه پسر خیلی خوشتی اومده ماشم واه یه دونه پوشت خوشگلم داره بفهمید. هر از گاهی برای اینکه شما دوچار ملال نشید ایشون تشریف میارن و ما آخر دلبری میکنن دیگه. بسرم زود شروع کردی، ولی من قبول دارم این تیپ قشنگه، فقط گرمه، درست سرد شده. پس ما از چهار مرحله زندگی صحبت کردیم. حالا این سفر زندگیه، یعنی من این چهار مرحله رو درست طی بکنم، هر مرحله رو درست طی کنم، با دست پر برم مرحله بعدی. عمده آدمایی که دارن این برنامه رو میبینن گروه سنی هستن که در دنیای من و دنیا هستن. یعنی چی؟ یعنی باید درست کار بکنن، پس باید برن یاد بگیرن درست کار کردن. بابا این باش مرسی، باید درست کار کردن رو یاد بگیرن. فرض بفرمایید باید یاد بگیرن طرز معاشرت صحیح عاطفی چگونه هستش. یعنی ما مهارت‌های لازم واسه پردستاوردی در دنیای ایگو ورلد رو باید به دست بیاریم. ما باید قوانین دنیا رو بفهمیم چیه، قوانین ثروت رو باید بفهمیم، قوانین برقراری ارتباطی خوب باید یاد بگیریم، به اون قوانین باید تن بدیم، از فیلتر خودمون عبور بدیم، بعضیش به درد ما میخوره بعضیش هم به درد ما نمیخوره و بریم جلو. خب حالا میخواستم این چیزی بگم، میخواستم بگم ما این وسط این ایگو ورلد وقتی فقدان ها و خیانت ها و نامردی ها رو تجربه میکنیم خودمون رو میبازیم، ترس های عمیق ما رو میگیره، در این صورت ناامید میشیم از زندگی. اینجا خانم پیرسون یه مثالی میزنه، میگه که یه انرژی تو ما میاد بالا، یه علیرضایی میاد بالا، یه شبنمی میاد بالا، یه سعیدی میاد بالا که بهش میگن انرژی کودک یتیم یا اورفن چایلد. اون موقعی هستش که از بهشت افتادیم بیرون، میدونیم که دیگه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، میدونیم که اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، سوگواریامونو کردیم و ناامیدیم و پشت در بهش نشستیم داریم گریه میکنیم. هر کی میاد دستمونو بگیره دستشو گاز میگیریم. پدر و مادرمون میگن چته، فرض کنیم مثلا یکی ما رو ول کرده، مامان ولم کن. من یه نامه میخوندم از یک خانومی که میگفتش که من پدرم روغن موتوری داره، تعویض روغن داره، چاله روغن داره، میان اونجا فیلتر عوض میکنن، میان این کار انجام میدن. میگه پسری که باهاش بنای ازدواج داشتم، عهد ازدواج با هم دیگه بسته بودیم، اتفاقا یه سری جنگو هم کرد، چون خانوادهش یه مقدار همچین به این تیکش که میرسید همچین خوب براشون جا نیفتاده بودش و پسر مطور جنگید و گفت آقا نه من اینو میخوام این حرفا، ولی دست آخر اونو قبول نکردم و این پسرم رفت. ببین براش گفتم که مراقب باش نحس نشی، مراقب باش حالا که این رویای تو فرو ریخته، این دلگرمی که داشته عروس بشی، خب بالاخره رویای قشنگه که هر زنی یا هر مردی شده زنیش داره، این رویا الان پرید، یه رابطه چند ساله. گفتم نزار کلی خاطرات خوبی که با این آدم داشتی الان یه بخشی از تو بیاد بگه که اینا همش چرت بود، اینا همش دروغ بوده، اینا هیچ کدومش واقعی نبوده. نه عزیز من، اونا خیلیش واقعی بوده. اینکه نتونست قسمت آخر آپگرید بشه، بره از یک رابطه عاطفی به یک ازدواج خط بشه، این به معنی این نیستش که هر آنچه قبلش بوده چرت بوده. اگر اون آدم نتونست جنگ به موقع بکنه برای به دست آوردن تو به هر دلیل، این به معنی این نیستش که هر چی گفته به تو دروغ بوده. اینو گفتم بهش به خاطر اینکه وقتی ما آرکیتایپ کودکمون میاد بالا، بچه کودک یتیمو میگه. من میدونم خیلی از شما مطالعات دارید، نظریه کودک بالغ والد اریک برنو احتمالاً شنیدید، این ترانزکشن آنالیسیس تی ای بلدید. این کودکی که اینجا در بحث خانم پیرسون میگه با اون کودکی که در واقع اریک برن میگه که به معنی نماینده احساسات و غرایزه فرق داره. مثلا میشه بریم یکم خیلی دیگه حضورت دیگه حضور خیلی پرشوری شده. خب کار خود برس یه ذره بذار من
بابا میدونی الان 6600 نفر دارن نگاه میکنن. خب دیگه من تمرکزمو دارم از دست، من خودم دارم استرس میگیرم. خب آرکتایپ کودک یتیم ما رو در اوج ناامیدی میبره، ولی یه اتفاق خوب میفته و اون اتفاق اینه که یه جایی به خودم میگم که اگر کسی نیست که منو کمک کنه، دست به زانوی خودم میزنم و بلند میشم. پس دومین نکته ای که میخواستم امشب بگم اینه که اگه میگن در ناامیدی بسی امید است، شاید بقیهش رو به ما نمیگن. امید اینه که تو بفهمی دست چشمت به دست کسی نباشه و بلند شو. خدا تو رو آفریده، بهت عقل داده، بهت تجهیزات روانی داده، بهت جسم داده، بهت وقت داده، زمان داده که زندگی تو درست کنی. تو نباید بذاری که الزاماً دیگری بیاد که تو رو کمک کنه، چه بسا دیگری زمانی بیاد که تو بلند بشی. پس اتفاقی که میفته اینه که من وقتی از بهشتم پرت میشم بیرون، یه جایی که از همه ناامید میشم، بدون عقده و بدون طلبکاری بلند میشم که زندگیمو درست بکنم. در این صورت کمک میگیرم، در این صورت میرم گوش میکنم، طلبکار نیستم. من هر چقدر برای شما درباره آرکتایپ اینسنت یا معصوم صحبت کنم، بازم حرف برای گفتن دارم. ببین یه آقایی، بچه‌ها هر وقت، نکته سوم، هر وقت ما مسئولیت زندگی خودمون رو نپذیریم، یعنی یه بخشی از ما داره ریب میزنه. یه آقای برای من نوشته بود که ببین تو با این حرفات زندگی عاطفی منو خراب کردی. من خب نمیرسم همه رو جواب بدم، یعنی خوباشم نمیرسم جواب بدم، چه برسه به بچه‌هایی که خرده‌ای میگن و نقدی میکنن. براش نوشتم ببین بیا حالات رو سه اشتباه نده. اگه تو با یه زنی داری زندگی میکنی و دلش گرمه و به تو خوشه و حالش هپیه با تو، هیچ احدی در این عالم هر حرفی بزنه گزندی به زندگی تو نمیزنه. این که به آدرس اشتباه به من بدی و متاسفانه آدرس اشتباه به خودت بدی و بیای کلام منو به هم ریزنده زندگی خودت بدونی، اگه همین روحیه رو با اون زن داشته باشی و اون زن بفهمه که تو رندی میکنی، تو اونجایی که باید بگی که آقا من زندگیم خرابه، اینو باید درستش کنم، حالا شیری پلنگی هر کسی هر غلطی میکنه مهم نیست، من باید زندگیمو درست بکنم. گوش میکنی؟ من میگم آرکتایپ معصوم به عنوان اولین آرکتایپی که ما در سفر زندگی خودمون تجربهش میکنیم، خیلی اوقات میاد نقش قربانی به ما میده و طبیعتا وقتی نقش قربانی به ما میده، به یکی دیگه نقش جلاد میده که همه رو تو سر اون خالی کن. حالا یه جور دیگه اصلا میخوام بگم، وقتی آرکتایپ معصوم من انقدر فعاله، من وقتی رابطم داره از دست میکنم، من رابطم داره از دست میره، یه کتاب میگیرم بخونم، یه مطب دکتر زوج درمانگری پیدا میکنم میرم پیشش، ولی طرز رفتنم پیش این دکتره طرز رفتن بسیار معصومانه و ساده لوحانه است. یعنی میرم که زندگیمو یارو جمع کنه، میرم این که اون حل المسائل مسائل زندگی منه، فصل الخطاب زندگی منه. من میخوام بگم یکی از آفتهای زندگی معصومانه اینه که اره اورو و شمسی کره باید بیان زندگی منو جمع بکنن. بنابراین میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، بلند شو زندگی تو جمع کن. خب من دارم سفر زندگی میگم، دارم دونه دونه انرژی روانی رو خیلی خلاصه میگم، چون حالا بالاخره نه شما انتظار دارید که ده شب که یکم وقت استراحت و حالا احتمالا بعضیتون دارید شام میخورید یا بعضیتون با خانواده نشستید، مثلا حوصله شاد بحثای سنگین ندارید، منم نذاشتم، ولی من میخوام از این فرصت استفاده کنم. چیزایی که به من کمک کرد، اون جایی که باید میرفتم حقمو میگرفتم نشستم دعا کنم، چون فهمیده بودم که اون دعا خودگول زدن منه. دعا زمانی اثر میکنه که من قوانه دیگه خداوند رو درست زندگی کرده باشم، جنگ به موقع زندگی ما انجام داده باشم. یه مسئله ای که من رو خیلی توجه رو جلب میکنه درباره جامعه معصوم هستش. جامعه معصوم بچه ها جامعه هستش که هزینه رشدش رو نمیخواد بده. هرچی فرض کرد الان ماها میخوایم این مسئله مثلا این کرونا ویروس رو میخوایم مدیریت کنیم،
مثلا. خب بالاخره آقا من اگه رعایت نکنم، شمایی که داری رعایت میکنی هم زندگیت به خطر میفته. یعنی من بیام بگم که بقیه باید رعایت کنن، یه حاکمیتی هست باید انجام بده و اونجایی که خودم باید کاری انجام بدم طلبکارانه واستم و بقیه رو سانت بزنم، نه قربونت برم، همچه اتفاقی نمیفته. انگاری وقتی که جامعه معصومیه انتظار داره که یه قهرمانی بیاد همه مسائلش رو حل بکنه. برای این جامعه معصوم زمانی که میخواد انتخاباتی شرکت بکنه، انتظاراتش در انتخابات انتظارات غیر واقع بینانه است. و بعد آدمهایی هم که تو این جامعه میخوان منتخب بشن گاهی اوقات میان نقش قهرمان به عهده میگیرن. میدونی چون پا کار نیفتادن یه مسئله رو حل بکنن، نقش قهرمان به عهده میگیرن و بقیه هم براشون دست میزنن، بقیه هم براشون کف و هورا میکشن و بعد این جامعه اون قهرمان رو به زیر میکشه، پدر حساب بچه‌شو در میاره، به سرعت قربانیش میکنه. ما این تجربه تاریخی تو این کشور داشتیم. ما مصدقی داشتیم که صبح زنده باد شب مرده باد میگفتن براش، چون جامعه که معصوم باشه سطح اندیشیدن سطح تنزل یافته ای میشه. تو جامعه معصوم خوشحالیش اینه که همه با هم بدبخت باشیم. نمیاد بگه آقا چرا همه با هم دیگه یه دونه درآمد خوب نداشته باشیم، چرا زندگی های خوب نداشته باشیم. جامعه معصوم بچه ها جامعه‌ایه که قهرمان سازی و قهرمان کشی میکنه. مراقب باشید تو این جامعه، تو توی کمپانی کوچیک داری کار میکنی، تو این کمپانی کوچیک یه وقت یک استراتژی رو تعیین نکنی که توش بخوای نقش قهرمان بازی کنی، به جای اینکه کسی باشی که همه رو بازی بده که همه بتونن یه چیزی رو درست بکنن. خب من اینجا اسلایدم هم اینجا قایم کردم، دارم دونه دونه میگم که یه وقت از این حالت درسیم خارج نشه، با چهار تا چیزی که شاید بلد باشه هم براتون بگم. دیروز دیدم خیلی پرسیدن در مورد ازدواج و رابطه عاطفی معصومانه. ببینید بچه ها، ما یه جایی وسط رابطه عاطفی یه سیلی تو گوشمون میخوره. مثلا ما میبینیم که این آدم اون کسی که من فکر میکردم نیست. یک بهت و حیرتی منو فرا میگیره، یک ترس شدید منو فرا میگیره، چه بسا من بخوام بابا اینا میفته های من، چه بسا من بخوام به هر قیمت شده. مثلا فرض کن این زن یا مردی که تو زندگی من اومده، فرض کنید توقعات من رو اونجوری که گمان میکردم برآورده نمیکنه. مثلا چی؟ مثلا به من انگیزه لازم رو نمیده که بخوام کار کنم. مثلا آخه امروز داشتم رفته بودم یه دفتر پیدا کردم. من بچه همیشه اول سال من یه تقویم میگیرم، همه تون این کار رو میکنید، من یه تقویم میگیرم از این سر رسیدا، حالا یا بچه ها برام آوردن یا خودم میرم میگیرم. این اونا بود که بچه ها آورده بودم، مال یه شرکت یکی از بچه ها بوده، سال 83 یعنی 16 سال قبل. و مثلا شروع میکنم روزنگاری میکنم، مثلا یه وبلاگ شخصی خودم دارم، خاطرات هم مینویسم. بعد نگاه کردم دیدم که اون سال مثلا خانومم تازه ازدواجم نکرده بودیم، مثلا چه میدونم من اگه مثلا برام بوده 4:30 صبح بلند شم مثلا کاری انجام بدم، مطالعه بکنم، هر چی، به من اون موقعی که خواستم با هم دیگه زندگی میکردیم مثلا زنگ میزده و بیدارم میکرد، به شوخی بهش گفتم ببین چه کارا میکردی که من مثلا با تو ازدواج بکنم، 4:30 صبح بلند میشدی منو بیدار میکردی. خب حالا فرض کنید من با اون فرمون برم تو ازدواج، یعنی من انتظار داشته باشم که این زن همیشه کارش این باشه که حال منو خوب کنه، همیشه کارش این باشه که منو درک کنه. این همون چیزیه که پسرم الان اینا باعث میشه بریزه. اینا اجازه بده من کلامم هی داره قطع میشه. باشه قربونت. من اگر با این سطح از انتظار وارد زندگی زناشویی بشم، دیدن واقعیت زندگی عاطفی که توش روزای سخت داره، نحس بازی داره، بی‌اعصابی داره، در طرف مقابلم منو دچار ناامنی و اینسکیوریتی میکنه، اگرم بنا باشه یه جا در نقشه مرد بیام بگم من خستم، آقا من دلم استراحت میخواد، حتی در این نقشم که بخوام ظاهر بشم، چون خودم معصومانه نگاه میکنم، شفافیت لازم رو با کسی که دوستش دارم زندگی نخواهم کرد. شروع میکنم نقاب زدن جلوی این زن.
بعد یه مرتبه بعد 10 سال تو زندگی میپکم. چون واقعیت اینه که من نتونستم بخشای منفی خودم رو که طبیعی زندگی بوده به اون نشون بدم. بعد اون زن رو به هر قیمت تو بهشتی نگه داشتم که انتظار داشته من براش فراهم کنم. خیلی از مردای ما با این تصور، با آرکیتایپ معصوم که وارد ازدواج میشن، میخوان نقش مرد دنیا دیده‌ای که میخواد غمی به دل این زن نشینه رو بازی کنن. خب نمیشه قربون شکل برن. ما تو این زندگی باید قبول کنیم که هم زشتی هامون دیده میشه، هم تحمل تالرنس تاباوری دیدن زشتی های طرف مقابلمون هم داشته باشیم، وگرنه این میشه که از دامن این زن به دامن زن دیگه پناه میبریم، میگیم این نشد اینه کی میشه. یه جوا نمیستیم یه چیزی رو بسازیم، یه جوا نمیستیم یه چیزی تموم بشه. تو کسب و کارمون هم اینطوری هستیم. ببینید بچه‌ها، من به شما میگه نگفتم آرکیتایپ معصوم هزینه روششو نمیده. اینا پر تو کلاسای موفقیت ولن، اینا پر به قوانینی دست میزنن که با هزینه کمتر بردها و به دست آوردنهای عظیم رو تجربه کنن. من زاویه‌ای که با این بچه‌های قانون جذب برم، اولا خب من قانون جذب خود زندگی کردم، تصویر ذهنی خوب، فکر کردم به چیزهای خوب، تلاش کردن در راستای هدف، ولی یه جای نگاه کردم آره دیگه، آرکیتایپ معصوم وقتی توی یکی فعال باشه فکر میکنه بشینه یک کتاب از کاترین پاندر بخونه یا یک کتاب راز رو بخونه یا یک فیلم راز ببینه و روزا بشینه رو در یخچالش اینو بچسبونه، این حرفا درها از جاهای غیب براش فراهم میشه. اصلا چنین چیزی نیست. این عالم کاملا بر اساس حکمت طراحی شده، قوانین مشخص داره و قوانینش انقدر بچه بازی نیست. میدونید بچه ها، مولوی جمله‌ای داره میگه اگر این بود که خداوند به دل پاک بچه ها میخواست نگاه کنه، یه معلم زنده نمونده بود توی این عالم، چون همه بچه ها میدونه ایشالله این بره زیر گل امروز نیاد. خب یعنی اینجور نیست که فقط این باشه تو دل پاک داشته باشه. نه عزیزم، چه چیزی نیست. ما باید شروع کنیم اینجوری هزینه رشدمون رو دادن که آقا بنده به قوانین یه چیزی تن میدم، خوشم بیاد یا خوشم نیاد. یه لحظه حواسم پرت شدش اینجا، آقا من نمیتونم اینو همش اینجا این جلو بچه ها این جلو یه انقدر کوسن رسا جمع کرده میخواد این بالا فکرم یه شالتاقی بزنه. داشتم عرض میکردم براتون، در ازدواج معصومانه مرد میخواد نقش حامی، پشتیبان، تکیگاه رو بازی کنه. خب واقعیت زندگی نگه یه جایی تو خودت هم کمیتت لنگه، بعد نقاب جلوی زنه میزنه یا فوق العاده تلخ میشه جلوی زنه، پس زندگیت میره رو هوا. بعد آدم عوض میکنی، بعد میبینی تو رابطه بعدیت هم عینن همین بدبختی سرت میاد. خب چرا نه این کار دیگه بکنم؟ یا ازدواج تو سخت، برای که ازدواج خوب داشته باشم باید یه کاری انجام بدم توش، یه جایی باید قید حرفای خودم بزنم. همه جای همه حرفای درست من هم کارآمد نیست. من همیشه میگم ازدواج خوب جایی که توش تو تحمل حرفای غیر منطقیت میره بالا. خیلی دیده میشه یه صندلی نشسته هست، تحمل حرفای غیر منطقی میره بالا. آقا ازدواج جاییه که یک به علاوه یک الزاماً دو نمیشه بچه ها. نه حرفای من همیشه علی‌رغمی که چه بسا تصور کنم درست شنیده میشه، نه تمام حرفایی که طرف من میزنه خیلی منطقیه. نه خیلی حرف غیر منطقیه. اما آرکیتایپ معصوم تو این شرایط وامیده، پس میزنه. پس من دارم از سفر زندگی حرف میزنم و داشتم میگفتم تو هر مرحله از سفر زندگی کدام انرژی روانی به ما کمک میکنه. برمیگردم به اون 4 مرحله، یه نکته کوچولو میگم درباره دوران میانسالی. میانسالی هم بچه ها به معنی تعریف سازمان بهداشت جهانی نمیخوام صحبت کنم، میخوام اون لحظه ای رو بگم که تو این زندگی میفهمی که بعضی چیزا شاید اونقدری که من فکر میکردم الان دیگه برام ارزش نداره. میخوام بگم میانسالی جایی که تو فکر میکنی که خیلی چیزای خوبی که داری مثل قدیم بهت دیگه نمیچسب. این معنیش این نیست که اونا چرت بوده، معنیش اینه که باید حالا چیزایی رو پیدا کنی که الان بهت میچسبه. بعضی اینو نمیدونن میرن بیزینس جدید میزنن، میزنن رشته جدید شروع میکنن خوندن،
به جایی که بشینه فکر کنه که الان واقعا خواسته حقیقی من چیه. تو رویاها و خوابهای ما یه نشانه هایی میاد، روح ما به ما پیام میده، ما دقت نمی کنیم. ما سر ما میگیم نه این چی الان چیت شدی تنبلیته، برو یه ماه یه هفته برو مأموریت، برو فلان یه مأموریت ببخشید یه هفته برو مرخصی، بعد دوباره با قدرت به هم میگه. خب نمیشه، میان سالی جاییه که ببین زنتو داری نگاه میکنی، خب پیش خودت فکر میکنی که من کجای این زندگی هم. اون داره به روزمرگی خودش با تو صحبت میکنه و تو فکر میکنی که آخرش چی، تا کی ما میخوایم این رابطه رو اینجوری ادامه بدیم. میدونی یه ترسایی مرتبه آدم میگیره وحشتناک بچه ها. من میگم اصلا نترسید، میان سالی اتفاقا سنیه که یه سری چیزا پرش میریزه و یه چیزای جدید شروع به تو شما محقق شدن. ایگو سلف دورانی از زندگی من و توه که همه چیزا میتونیم دوباره باز تعریف بکنیم. یه خانومی میگفتن که من در رابطه بچه، یه فیلمی هست شما احتمالا دیدین، فیلم روم، که یه مادری با بچهش توی دونه اتاق زندانیه، هیچ بیرون راه نداره و حالا میخوان از اتاق بیان بیرون. این حرفا، این فیلم خیلی نکات جالب داره. ما مثلا تو میان سالی نگاه میکنیم، یه نگاهی به پدر و مادرمون و کاری که برامو کردن نگاه میکنیم و پیش خودمون میگیم که من یه عمر خواستم مثل بابام نشم. خب کی شدم؟ کی شدم؟ آخه تو که میخواستی مثل بابات خسیس نشی، به همون میزان که ولخرج شدی. یعنی اگه بابای تو منفی 10 تا خسیس بود، تو مثبت 10 تا ولخرجی. بازم خسیسی بابای تو ولخرجی تو رو داره اداره میکنه. پس تو یه عمر خواستی مثل بابات نشی، ولی در زیر خسیسی هنوز، خسیسم. میان سالی وقتی نیبشم اینا رو فکر کنم بهش. حالا اگه تو 28 سالت هم، به نظرم این سوال مقدسیه. 30 سالت هم هست، این سوال مقدسیه. خیلی خوب. اگه ما میخواییم سفر زندگیمون غنی باشه، بد نیست یعنی این نگاهی به سفر آدمای دیگه بکنیم و بر اساس مشابهتی که ما با اونا داریم یا اونا با ما دارن، یه چیزایی از سفر اونا ورداریم و شروع کنیم زندگیمون رو اداره کردن. در غیر این صورت ما هیچ کسا نمیتونیم عیناً سفرش رو خب کپی پیست کنیم برای خودمون. ما بنا نیست یکی دیگر رو زندگی کنیم. یه جمله‌ای دارن این ضرب‌المثلی دارن کلیمیا، میگن خداوند تو رو نیافریده که موسا بشی، تو رو آفریده که مثلا دیوید بشی، رضا بشی، نسترن بشی. یعنی بچه ها من فهم کنم خیلی ساده لحان است ما در الگو برداری سفر زندگیمون مک به این فلان کس رو تقلید کنیم. تقلیدم بکنی یه چیز دفرمه میشی تو. عرایز همون میخوام با دو تا مطلب قطع کنم، یعنی تمام کنم. مطلب اول درباره اینه که گاهی اوقات من کتابای خوبی رو میخونم، براتون میذارم. یه هشتگ هم گذاشتم معرفی کتاب فیلم دکتر شیری. کتاب خوبی، 70 تا کتاب، 70 تا فیلم و معرفی سلیقه‌م. البته اگر نمیشه بود که مردشور این فیلم برن که معرفی کردم، من خیلی ناراحت شدم. قربونت برم من چیکار کنم؟ من سلیقه‌م این بوده، نه برا نبوده که تو این صفحه ببینی حتما آخرش مثلا خیلی هپی اندینگ باشه. یه فیلم اخیراً اومده، اینو دیشب میلاد دوخانچه من گفت، من نشستم به دیدن درباره زندگی اوشو. بچا باید این مستند نتفلیکس رو ببینید. هست، قابل دانلود، رایگان هم قابل دانلوده. روما که بستن نتفلیکس و اینا رو فیلتریم. ولی میخواستم بهتون پیشنهاد بدم این سریال هستش، Wild Country. 6 تا اپیزود، من اپیزود 1ش رو دیدم. شما میبینید چجوری یه نفر میاد و به انتظارات معصومانه جامعه‌ای که از مادیگرهای خسته شده میاد در یک نقطه قرار میگیره و میگه منم اون کسی که شما رو میبرم. عقل ها زایل میشه. باید ببینید، من چون کلام اوشو رو دوست دارم، ولی عقلمون رو نباید تعدیل کنیم. ما باید ببینیم دقیقاً کجا چی رو داریم تو زندگیمون وارد میکنیم. بعضی حرفا قشنگن، شدنی نیستن. این یک. پس معرفی سریال Wild Country بوده، 6 قسمته، قشنگه، مستند قشنگه. دو، میخواستم بهتون یه دونه فیلم معرفی کنم. این فیلم بسیار به من کمک کرد، به نام سیریوس من یا مرد جدی. اینو برادران کوئن ساختن چند سال قبل. اینا هم کمدی تلخ میسازن خیلی اوقات. این یه استاد کلیمیه که در دانشگاه فیزیک درس میده و خیلی یا ریاضی، خیلی هم معادلات پیچیده حل میکنه. این در یک برهه‌ای از زندگیش بچه‌ها همه چی شروع میکنه دست دادن. زنش بهش میگه میخوام برم
بیا با بالا ترج پام درد گرفتش. زنش بهش میگه که ببخشید. زنش بهش میگه که من میخوام برم، بچه هاش یکیش گرس میزده، اونی که تو مدرسه دزدی میکرده توی دانشگاه زیرابشو میزنن، مثلا یه جوری متهمش میکنن که این رشوه میگیره. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ این ایوبوار تمام زندگی شروع میکنه بچه ها ضربه خوردن و دست دادن و این یه سفری شروع میکنه، چون مرحله سوم سفر زندگی بچه ها جستجوگریه. جستجوگری یعنی من بشینم ببینم چمه. نمیخوام جستجوگری براتون بگم. خواهی بری؟ با سر سرفته؟ بروی ذره چرخ بزن. عرق کردی؟ خب کتت خیلی داغه. گوش میکنید؟ براز بکش. براز بکش. داشتم داستان سریس من رو براتون میگفتم. بچه این فیلم خیلی قشنگ، منم میخوام فیلم رو نسوزونم، ولی یه تیکه داره که این تیکش بی نهایت برای من تاثیرگذار بود، که این آقا میره پیش آخوند خودشون، آخوند کلیمیا، بهش میگن رابای، رابای میگن اونی که مثلا همه این هاخاما باهاش در ارتباطن، بهش میگن رابای. این میره پیش رابای، بعد بری بهش میگه که من میخوام ببینم این مسئله که برای من اتفاق افتاده حکمتش چیه. رابای میگه که فلان دندون پزشکو میشناسی؟ مثلا شموئل. میگه آره آره میشناسمش. مثلا میادش تو مراسم مذهبی. میگه بله میشناسمش. میگه یه روز که داشتش دندانهای یه نفر رو قالب میزد و شب رفت این قالب رو داشت درست، مثلا الان کاری که انجام میدن بچه های دندان ساز که یه دونه دندان مناسب برای دندان مصنوعی درست بکنه، میگه یه مرتبه نگاه کرد که پشت این دندون های ردیف پایین، دندونه خود یارو قالب زده بود دیگه، دید پشت این به عبری یه جمله نوشته، مثلا حالا انا یادم نمیاد جمله چی بود، مثلا آیا یاری کننده ای هست، من الان یادم نمیاد چی بودش جمله. میگه اینو نگاه کرد که این نشانه است. این یعنی چی؟ ادامهش چی؟ دوباره یارو گفت بیادش، دندونه دیگه‌شو چک کرد، نفع دید چیزی نیست. گفت این نشانه است، پس احتمالاً شاید کسای دیگه هم باشن که این پیامه رو دارن تکمیل میکنن. مریضای دیگه‌شو چک کرد، رفت آرشیو تمام این قالبایی که گرفته شده چک کرد، دندان خودش رو چک کرد، دندان زنش رو چک کرد. اصلا آقا از زندگی افتاد، فقط میگشت ببینه که ادامه این جمله عبری که پشت این دندان نوشته شده بود چیه. حالا این داره رابای تعریف میکنه برای این استاده، من و توی هم که داریم فیلم رو ببینیم اینجوری کفبر داریم نگاه میکنیم که چه عجیب، این پشت آخر این داستان چیه. که بعد یه مدت گشت و بعد مثلا اومد گفت این جمله عبریه یه معادل ابجد داره، چون در عرفان یهود یا کابالا، قدیم تو کتابای ما می نویسن قبالان، کابالیست ها که عرفان یهودن، گفت شاید این معادل ابجدی داره، مثلا این عددش فلان، عدد رو برداشت تلفن زد فلان، خیلی کارا کرد. یارو گفت خب آخرش چی؟ رابای خندید و گفت آخرش چی؟ بقیه سر زندگیش. گفت یعنی چی؟ از پیغامی نداشت؟ گفت من نمیدونم، نمیدونم داشته نداشت، او پیدا نکرد. اصلا بنا نیست که تو جواب تمام سوالاتو تو این عالم بگیری، که بنا نیستش که همه این عالم بنا باشه با تو حرف بزنن، اونم به زبانی که تو میفهمی، اونم در لحظه‌ای که تو میخوای. این عالم برای این اساسه که توش غیر از من و تو هزاران موجود دیگه داره زندگی میکنه و ما داریم زندگی میریم جلو و برانیز هر آنچه که ما میخواییم محقق بشه. حالا میخوام بگم اونی که اینو حالیش نیست وقتی قانون راز رو میخونه، قانون جذب رو میخونه، تصورش اینه که چون من این کار رو کردم، مدیتیت کردم، دعا کردم، نز کردم فرن افران، نه عزیز من، تو نز کردی واسه اینکه
انرژی خودت متمرکز کنی، کار بهتر کنی. یعنی اون دندون پزشک واسه این که بخواد به مردم یاری کنه، درد مردم رو کم بکنه، آیا نیازی داره که حتما یه نشانه به این شکل یادش؟ من دانشکده طب بودم، آقای دکتر شکور، نمیدونم ان شاءالله که زنده باشن، به ما جنین شناسی درس میدادن. سوالا مثلا نقل 18 سالگی خودمه. یه روز عصبانی و برافروخته اومد سر کلاس جنین شناسی، با بعد از ظهری بودش، با عصبانیت گفتش که دانشجوی انجمن اسلامی هم کجای برلین برای من یه دونه این مغز رو گرفتن، در واقع گسترش رو باز کردن و از بالا یه عکس گرفتن، دیدن که این چین و شکنجای مغز از نگاه بالا به پایین مثلا این طوری قرار گرفته که شبیه لا اله الا الله به زبان عربیه. بعد اینو فرستادم برای دکتر شکور که ببین عظمت رو، ببین خداوند اینو لا اله الا الله رو در جمجمه ما گذاشته. دکتر شکور گفتش که احمق قرم دنگ، هر تک سلول اون نشان دهنده اینه که یک خالق عظیم داره این کار انجام میده. تو انقدر ذهنت کوچکه که اگر اون به عربی ننویسه لا اله الا الله، تمام این الوهیت رو نمیتونی ببینی، درکش رو نداری، هاضمه تو ضعیفه، باید قاقالیلی جلوت بگیرن لا اله الا الله. اونی که مثلا تو پرو زندگی میکنه تکلیفش چیه؟ چون اگه من نتونم یه زیبایی رو درک بکنم، آقای رمشری ما بودش، زنگ زدن بهش گفتن که ببین بابات مرده، گفت نه یه چیزی شده نمیخوایم به من بگی، بگی من تحملش رو دارم. نمیفهمید. بعضیا قوه مدرکشون بچه‌ها ضعیفه، قاقالیلی میخوان تو این دنیا. آقای دکتر من یه سوالی تو ذهنم بودش، عد شما تو لایف گفتی، این اصلا چیز خاصی نیست، من این جرأت رو میکنم بهت میگم دخترم پسرم، این اصلا مهم نیست، مهم اینه که تو سوال داری و ذهن جستجوگر، این مهمه. چه شیری جواب بده، چه رادیو واکنی، چه نمیدونم فلان، مهم اینه که تو اگر در آستانه این باشی بخوای در این عالم کاری بکنی، آن بخش های از عالم رو میبینی که مرتبط با تو هن. من بخوام 206 آلبالویی بخرم، از فراد خیابون پر 206 آلبالوییه، اتفاق خاصی نیفتاده، من ذهنم داره تازه میبینه تشون، قبلا نبوده. من الان نمیخوام قانون جذب باز کنم، میخوام بگم بعضی از آدما که با آرکتایپ معصوم میشینن پای قانون جذب، مدلشون مدل ساده روحانه است، امیدهای الکی عجیب غریب، به حباب نگران لبه گرود قصب قصه هم خواهد رفت. نه قصه نخواهد رفت، تو باید کاری انجام بدی. اونی که تو زندگی داره آسیب بهت میزنه، عزت نفست رو داغون میکنه، راهزنی از امیدت میکنه، اون تنبلی و اهمال کاری که باهاش هی کاراتو عقب میندازی، هی فردا میکنی، اون کمال طلبی که باعث میشه برای اینکه یه کاری شروع کنی باید اوف چه بکنی تا میخوای مثلا چه میدونم یه کار ساده شروع بکنی، تو اینا رو وقتی داشته باشی عزیز من قصه نخواهد رفت. این عالم استحکام داره، حکمت در این عالمه، کارایی باید انجام باشه تا کارایی محقق بشه. تو میخوای زندگی خوب داشته باشی باید هزینه‌اش رو بدی، یه جایی باید سکوت کنی، خویشتنداری باید تمرین کنی، میخوای شوهر خوبی باشی، زن خوبی باشی، یه جایی باید بلد باشی سکوت کردن و بلد باشی هر حرفی رو نزدن و مچ نگرفتن و من همیشه تو نوبقاطفی میگم، میگم زن و شوهر زنی زن و شوهری هن که به موقع عقب نشینی و بلدن، نه اینکه به موقع پیش روی که آخ بزنم الان دمرش دمار روزگارش در بیارم. راز پیچیده ای نیست. پایان شب سیاه سپید است برای کی؟ برای اونی که پاش رو پاش انداخته تا این عالم بچرخ و تموم بشه؟ نه ایزم، تو باید جنگ به موقع زندگی تو بکنی. یه بارم دفعه پیش گفتم شوتی که تو باید بزنی و خدا نمیاد بزنه، بنا نیست بزنه. حالا دعا کردم مزه داره، ان شاءالله ما رمضان عمری بمونه بشیم در مورد دعا کردن. دعا کردنی که پشتش آگاهیه، دعا که میکنی بهش تو تجربه میکنی. من این دوستی دارم، این زندگی خیلی سختی داشت، زنشم بهش خیانت کرد، بچه و این حرفا، و خیلی آسیب خورد، دوستش با دوست خودشم زنه رفته بود. بعد که جدا شد این غم،
این زخمی که در سینه‌اش بود، این زخمی مبدل شده بود که روابط مختلف رو تجربه میکرد، مکنت مالی هم داشت، ثروت داشت و ماشین خوب داشت و براروی خوبی هم داشتش، هرزگی عاطفی میکرد. یه روز یه حرفی خیلی عجیب زد به من، گفت من رفتم نذر کردم که مثلا فلان فلان. گفتم دنبال چی؟ دنبال یه زنی هستم اینجوری باشه اینجوری باشه، با اون آدم معاشرت کنم. گفتم چرا اون آدم باید بیاد با تو معاشرت کنه؟ مکس کرد، گفت خب چرا نیاد؟ گفتم خب برای که تو یه زنگ تفریح خیلی خوب هستی، تو پیامی که به زن میدی اینه که با ماهروخی اگر نشستی خوش باش، و زنها به فراست در میابن که تو جایی نیستی که بشه رود سرمایه گذاری عاطفی کرد، و زن دوست داره یه جایی باشه که آخرش شب عیدی برای اونی هفت‌سین بزنه، خانواده رو خیلیشون دوست دارن. گفتم این دختری که تو مشخصات میدی دختری نیست که زنگ تفریحی بشه. یه جمله بعدها به من گفت، فهمیدم چقدر قشنگ سفر زندگیشو بعد از طلاقش طی کرد. گفت علی من اون دختری رو که میخوام تو زندگیم بیارم، اون ویژگی هایی که از او انتظار دارم و اول باید برم خودم زندگی بکنم، اول باید اون آدمه بشم تا اون آدمه رو بگم بیاد. همین کارم کرد، خودشو عوض کرد، دنیاش عوض شد. اون دخترم اومد و اینا به من یه کارت پستال فوق العاده زیبا با یه هدیه بسیار زیبا دادن همین چند وقت پیش، و اینقدر دل من گرم شد به این که آره عزیز من، اون نشست فقط تصویر ذهنی بگیره به لطف الهی دختری خوب فلان زنی، نه اون شد، اون شد که بعد اون مدیتیشن و اون دعای اثر کرد، حضینه شد داد. این عالم اینجوریه، خداوند ما رو اینقدر جالب آفریده. یه کاری بکن. تو رو گیاه نیافریدم که یه جا ریشه بزنی توی سبک زندگی. اگه یه چیزی لازمه تموم شده باشه تمومش کن. اگر عمر چیزی تو زندگی تموم بشه بذار بره. آقا خیلی چیزا تو این عالم اکسپایر دارن، اگه عمرش تموم شده بذار عمرش بره، ولش کن. چرا یه مسئله رو اینقدر به خودت حمل کنی؟ چقدر میخوای نشخوار کنی که به من خیانت کرد فلان کرد فلان کرد؟ ولش کن بره دیگه بابا. این زخمو چقدر اینجوری میجوری؟ خوش به حال من که شاهد چنین چیزایی تو زندگی بودم. یه خبر خوب، من در 20 و چند سالگیم یه معلم بسیار شفاف و دلنشین و زیبا دیدم به نام جناب مجتبی هورایی. چهارشنبه شب ساعت 10 با آقای هورایی لایو داریم. موضوع چی؟ به قول آقای مهران مدوری موضوع داریم. چه موضوعی؟ موضوع توانگری. خبر دو، من یه آدمی تو زندگیم هست که این آدم بی نهایت زیبا زندگی کرده، شاگرد اول دانشگاه آریا مهر بوده، بهترین یکی از بهترین مدیران صنعت تو ایران بوده. هر بار با این آدم صحبت میکنم بچه ها، بعدم خونه نشین دیگه، مدیرای خوب مملکت بین خونه نشین به جایی که استفاده کنیم ازش، هر بار با این آدم صحبت میکنم از معماران اقتصاد ایران در زمان پهلوی یا زمان حکومت جمهوری اسلامی صحبت میکنه، من آخرش احساس میکنم چقدر دوست دارم توی مملکت خدمت کنم. آخه چطور میشه این آدم بدی دیده، زیرابش خورده، کنار گذاشته شده، هزار تا بلا سرش اومده، چطور هنوز وقتی میشینه از صنعت و مدیران صنعت صحبت میکنه، از پتانسیل ایران صحبت میکنه؟ این چه گنجی درونش داره، چه کیمیاگری بلده، رنجای خودشو غما رو میبینه ولی از توش امید میاره بیرون. ساده‌لو هم نیست، پاکاره. اگه آدم قبول کنه که من باهاش یه لایو برم و بیاد، چون اصلا از این چیزا تو خط این چیزا نیست اصلا، یه قبول کنه، من فکر میکنم ما تجربه این عصاره تاریخ 50 ساله صنعت ایران توی یکی از نابغه ترین مردمان ایران داریم. یه نفر من خوردگیری که با خانوما لایو بذار، خانومای خیلی خوبی هستن با کمال میل، میترسم به تکرار بیفتم و خیلی ها رو بهشون نمیگم، ولی چشم، حتما من این سعادت رو داشتم زنان بسیار خوبی رو در کشورم یا خارج ایران دیدم که
الهام بخشن، اینسپایرینگ هستن، زندگیشون، جنگ های بزرگشون. شما میدونید من هر بار بخوام از زنانگی صحبت کنم، من پارتیم گرفتم، من به یک آنیمای خوبی بستم از زنان بزرگی تو زندگی بودن، مادر، خواهرها، خاله ها، عمه ها، اینا تکه تکه رنج های خودشون گنج های زندگی من شده. حتما اگه سعادتی باشه. روی ماه همه شما رو میبوسم، براتون آرزوهای قشنگ دارم. این درس هم اضافه میشه روی همین فیلمش، اضافه میشه به یوتیوبمون. وایسش و اینا مثل تمام وایسای تمام لایو ها همش توی کانال تلگراممون و توی سایتمون هست. شما زحمتی بکشید، زحمت دفعه پیش کشید، من حذف کردم، سید حسن آقا میری حذف کردش. گفتم بچه‌ها درسایی که اینجا گرفتید، تو دو تا، یکی سه تا، یکی پنج تا، یکی 20 تا، اینا رو بنویسید برای من. به میزاری که برای من بنویسید، اینا رو تو کامنتا بذارید، این کامنتا رو شیر میکنم و ما انگار یه مدرسه بزرگتر داریم. حالا که گیر کردیم بذارید بابا، خواهش میکنم دیگه آکروبات نشیم. خب این که کارو میکنید، من دوست، من بیشتر مدیونتون میشم، سپاسگزارم. تا شما میرم، من این هفته یکی دو تا سورپرایز خوب براتون دارم. یکیش اینه که صفحه اینستاگرام ما تعدادش 500,000 شد. ما طبق سنتمون، ما یه هدیه خوشگل فردا به همه بچه‌هایی که تو سایتمون میان خواهیم داد. منتظرش باشید که آقای زرنگیان زحمتشو بکشه. دلتون گرم باشه و دستتون پر. خداحافظ شما.